به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما عزیزان هموطن. توجهتان را جلب میکنم به خبر تازه و جزئیات خبر تازه، البته از حمله مردان مسلح بر نمازگزاران هزاره و شیعه در مسجد امام زمان واقع در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات. بر اساس ادعای منابع، در این رویداد 6 تن به شمول محمد عظیم جاوید ملا امام مسجد متذکره شهید و شمار دیگر نیز زخمی شدند. دوستان گرامی، اگر در چه فیسبوک بینید هستین به اشتراک بمانید و اگر در یوتیوب سنترال افغانستان تا به حال دنبال نکردین سابسکرایب کنید. مردان مسلح سوار بر موترسایکل شام امروز بر جمع نمازگزاران هزاره و شیعه پس از ادای نماز جماعت در هرات حمله کردند. این رویداد پس از ادای نماز شام امروز 29 آپریل 2024 میلادی برابر با 10 ثور 1403 هجری شمسی در شهرک محمدیه و در مسجد امام زمان رخ داده است. منابع از هرات در گفتگو با سنترال افغانستان تایید میکند که حداقل 6 تن به شمول حجت الاسلام محمد عظیم جاوید ملا امام مسجد متذکره شهید و شمار دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. به ادعای منابع، در این حمله یک کودک به شدت زخم برداشته و در حالت کما به سر میبرد. پس از حمله این افراد، نیروهای طالبان هم به ساحل رسیده ولی مهاجمین موفق به فرار شدند. مسجد امام زمان در بلاک پنجم شهرک محمدیه واقع شده است. شهرک محمدیه جزء شهرک اندیشه و از مربوطات ولسوالی گذره ولایت هرات است. یعنی شهرک اندیشه بزرگتر میشه و شهرک محمدیه هم در همون شهرک موقع داره و مشخصا مسجد امام زمان در بلاک پنجم واقع شده است. این چندمین حمله طی ماهای اخیر بر هزاره ها و شیعیان در افغانستان است. در بسیاری این حملات ملا امامان و بزرگان محل نیز هدف قرار گرفته است. در رویداد شام امروز نیز آقای جاوید به گفته منابع شهید شده است. آقای جاوید در اصل باشنده خوشک ولسوالی اشترله ولایت دایکندی بوده و سالهاست که در هرات زندگی میکرد. منابع از وی به عنوان فرد خیر، بزرگ مردم و فعال اجتماعی یاد میکنند که البته او چندین دارالقرآن و دارالایتام را نیز در هرات تأسیس کرده است. طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفته و اظهار نظر نکرده، اما من تاکید میکنم که در بین زخمیان تعدادی از کودکان و زنان هم شامل هستند، هم مردان هم زنان و هم کودکان، ولی در جمع شهدا تا به حال مشخص نشده که آیا زنان هم هست یا نه، ولی منابع گفتن که بیشتر شهدا را که اونها دیدن مردان بودن. این چندمین حمله است دوستان گرامی که در هرات صورت میگیره و متاسفانه در اکثر این حملات هم ملا امامان، بزرگان مردمی مورد حمله قرار گرفته است. بزرگان هرات، شورای علمای هرات بارها تلاش کردند که طالبان را سرشان بقبرانه که مساجد تامین امنیت بکنه و حتی برای ملا امامان محافظین در نظر بگیره، ولی تا به حال خواسته هایشان پذیرفته نشده. ضمن از اینکه پس از فشارهای شورای علما، شما در جریان هستین که رئیس شورای علما را طالبان تبدیل کرد، یک فرد دیگر از دل خودشان شاندن و انتخابات برگزار کرده بودند، شورای علما کور قبول نکردند، بدون انتخابات گفتن این فرد میه و ملا امامتان هست، رئیستان هست و شما به عنوان تابعشان باید از او دستور بگیرین و با ما همکار باشین، هرچی که رئیستان گفت شما قبول بکنید. و در واقع شورای علما را همینا در کام خود گرفته و فعلا هم یک ترس بسیار عجیبی بر شورای علما هم حاکم شده که اونها هم متاسفانه در اکثر موارد صدای خود بلند نمیتونن. من امیدوارم که شما دوستان گرامی که همین لحظه در لایف هستین را به اشتراک بگذارین و لایک کنید و حتما کسانی که در رسانه ها هستین هم با مردم در تماس شوین. ما با بسیاری از رسانه ها منابع هم خودم شریک کردیم. امیدوارم که پوشش همه جانبه بیابه و طالبان هم باید در این زمینه باید پاسخگو باشه و در این زمینه واقعا باید کار بکنه، چون تامین امنیت یکی از خواسته های بسیار مشروع و خواسته های اساسی و فوری مردمی هزاره در هرات هستند. خدا نگهدارتان باد.